دومین روز اعتصاب 200 کارگر پالایشگاه آبادان. پارلمان انگلستان توافقنامه برگزیت را مجدداً رد کرد. دیوید کاستاف: در 40 سال گذشته ما شاهد تبدیل شدن رژیم ایران به بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان بوده ایم. سلام میکنم خدمت شما بینندگان گرامی. توجهتون رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. حدود 200 تن از کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان روز چهارشنبه برای دومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. نمایندگان پارلمان انگلستان بار دیگر با طرح برگزیت ترزا می برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کردند. در این رأی‌گیری طرح اصلاح شده ترزا می با 391 رأی مخالف در برابر 242 رأی موافق شکست خورد. بدین ترتیب اکنون پارلمان انگلستان باید درباره خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا و یا درخواست تمدید مهلت قانونی برای خروج از این اتحادیه تصمیم گیری کند. دیوید کاستاف، نماینده جمهوری خواه از ایالت تنسی، گفت در 40 سال گذشته ما شاهد تبدیل شدن رژیم ایران به بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان، افزایش توانایی جنگ افزار هسته‌ای و به خطر انداختن کشورهای خاورمیانه با اقدامات تروریستی بوده ایم. در پی سالها سوء مدیریت دولت، رژیم ایران به لحاظ اقتصادی در حال فروپاشی است. ضروری است که ما در برابر رژیم ایران و سران آن بایستیم و حداکثر فشار را بر آنها وارد کنیم تا به این ترتیب به آشکار شدن ذات فاسد این رژیم خطرناک کمک شود. جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی، گفت رژیم ایران در سالهای اخیر با بهره برداری از فرصت رهایی از تحریم‌ها به پشتیبانی مالی از سازمان‌های تروریستی از جمله حزب الله و حماس و ماجراجویی نظامی در سراسر منطقه پرداخت و در همان حال دارایی مقام‌های رسمی فاسد در داخل ایران افزایش یافت. وی به پیشنویس طرح خود برای فشار به رژیم ایران اشاره کرد و گفت این طرح فساد، تحریف و سوء مدیریت اقتصاد ایران توسط خامنه‌ای را آشکار خواهد کرد. در پی سقوط هواپیمای بوئینگ با 157 سرنشین در اتیوپی، مقام‌های آلمان، اتریش، فرانسه و هلند نیز اعلام کردند پرواز هواپیمای بوئینگ مدل 737 ماکس 8 را متوقف کردند. وزیر حمل و نقل آلمان گفت تا اطلاع ثانوی حریم هوایی ما به روی هواپیماهای بوئینگ مدل 737 ماکس 8 بسته خواهد ماند. هلند و اتریش نیز تصمیم مشابهی را گرفتند. روز گذشته نیز کره جنوبی و استرالیا همه هواپیماهای بوئینگ 737 ماکس خود را متوقف کردند. پیش از کره جنوبی و استرالیا، چین، اندونزی، سنگاپور و اتیوپی استفاده از این مدل بوئینگ را متوقف کردند. سیگال منلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان رژیم ایران را بزرگترین حامی تروریسم دانست و گفت آمریکا به فشار حداکثری خود علیه رژیم ایران ادامه می‌دهد تا با تروریسم، تکثیر تسلیحات و رفتارهای بی‌ثبات کننده این رژیم مقابله کند. وی افزود ما به طور منظم در تماس با متحدان اروپایی هستیم و با آنها گفته‌ایم هر گونه برقراری ارتباط خاص مالی با رژیم ایران خطر دور زدن تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت که عاقبت آن بسیار سنگین خواهد بود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با رؤسای بزرگترین کمپانی‌های انرژی جهان و وزرای نفت در هوستون، تگزاس، گفت ما متعهد هستیم صادرات نفت ایران را در سریع‌ترین زمانی که وضعیت بازار اجازه بدهد به صفر برسانیم. رژیم ایران از صادرات انرژی برای گسترش دخالت‌های خود در خاورمیانه استفاده می‌کند، نه برای مردم ایران. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.